عفو بین الملل اقدام فوری. رژیم آخوندی که گمان نمی کرد دیواری که با لابیگری و مماشات و تهدید و فریب طی 30 سال بالا برده بود، زیر ضربه های سنگین جنبش دادخواهی فرو بریزد و موضوع دادخواهی از خون شهیدان قتل عام 67 راه به مجمع عمومی سازمان ملل ببرد، در هراس و وحشت از حسابرسی بین المللی و اعمال تحریم های جدید به خاطر نقض جدی حقوق بشر، دست به تخریب و پنهانسازی گورهای جمعی و یا احداث ساختمان یا جاده بر روی گورها زده تا با از بین بردن مدارک اصلی که می تواند حقایق در مورد ابعاد این جنایت بزرگ را برملا کند را بپوشاند. روز چهارشنبه 4 مرداد عفو بین الملل طی بیانیه‌ای خواستار اقدام فوری جهت توقف جاده سازی روی گورهای جمعی و فردی قتل عام شدگان 67 در اهواز شد. عفو بین الملل در بخشی از این بیانیه اقدام فوری میگوید مقامات رژیم ایران با تخریب گورهای جمعی و فردی مخالفان سیاسی که در دهه 60 ناپدید و به طور فراقانونی در اهواز اعدام شده اند، مسئول تحمیل رنج و عذابی ناگفتنی بر خانواده های آنان هستند. چنین برخوردی با خانواده ها مصداق شکنجه یا اقسام دیگر رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی است. عکس ها و ویدئوهایی که از روز 29 تیر 1397 به دست عفو بین الملل رسیده است نشان می دهد که سازه بتونی که قبلا نشان گور جمعی واقع در این منطقه بود و علاوه تعداد زیادی قبرهای فردی خرد و قطعه قطعه شده اند و تمام مزار در حال حاضر زیر تله های خاک و آبار مدفون شده است. بر روی یک تابلوی نصب شده در محل ساخت و ساز نوشته شده است که نام پروژه احداث بلوار حد فاصل مهدیست و تافاز 5 پاداد شهر و پارک 21 هکتاری و کارفرمای آن شهرداری اهواز است. پیش از این 9 اردیبهشت سازمان عفو بین الملل در گزارشی شواهد و مدارک جدیدی از گورهای جمعی زندانیان را فاش کرد که نشان می‌دهد رژیم آخوندی آمدانه در حال تخریب گورهای جمعی شهیدان قتل عام سال 67 است تا آثار جرم این جنایت هولناک را نابود کند. این اسناد از جمله شامل تصاویر ماهواره‌ای، عکس و ویدئوهای تحلیلی است. این اقدامات سراسیمه برای پوشاندن مدارک جنایت بزرگ به خوبی بیانگر آن است که تحقیقات مستقل و همه جانبه در مورد قتل عام سال 67 پاشنه آشیل این رژیم است و قاتلان بهترین فرزندان این آب و خاک از آن به شدت هراس دارند.